بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا أم الأئمة السلام عليك يا قرة عين الرسول ورحمة الله وبركاته ارزه سلام و درود و تسلیت دارم خدمت یکایی که شما بزرگواران شما رهپویان راه معرفت الهی در خدمت شما عزیزان هستیم افتخاری است که امشب هم بنده به همراه همکارانم در برنامه به وقت بیداری برنامه ای که مربوط است به خود شما بزرگواران شما صاحبان اصلی و ولی نعمتان اصلی برنامه هستید از این تریبون و از این جایگاه از طریق رسانه جهانی هادی در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت یکای شما بزرگواران عرض سلام دارم حتما امشب تک تک ما خدمت بزرگواران خودتان در این رسانه از دعای خیر خودتان فراموش نکنید حتما مستحضر هستید که در چهارشنبه شب ها ما در محضر اندیشمند متفکر استاد ارجمند جناب حاجقای رزوی رضوی هستیم بحثی که از هفته گذشته شروع کردیم در خدمتشان بالاخره استماع کردیم چیزهای زیادی یاد گرفتیم بحث نیابت حضرت امام عصر علیه السلام و در زمان غیبت کبرا هست که البته امشب بسیار تقارون پربرکتی شده با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها. استاد سلام علیکم تسلیت از میکنم عرض سلام تسلیت از میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و به ویژه محضر مقدس مولای ما حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف استاد عزیز بسیار تشکر میکنیم که امشب هم در این شب بسیار پربرکت در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بنده بانوان عنوان شاگرد مستقیم شما و از آن بیننده هم بانوان مستمین با و بینندگانی که پیگیر کننده دائمی برنامه ما هستند توانیم از محضر شما استفاده کنیم استاد شب شهادت هست ما میخواهیم در همین ابتدای برنامه از شما کمی در مورد امشب در مورد شخصیت و بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشنویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و اله الا سيما البتول العذراء انسيه الحوراء فاطمه الزهراء الرزية المرزية حقيقه شب اندوه مولاي ما حضرت صاحب الزمان حجر الله تعالى فرجه الشريف و همه داغ پیرو خاندان اسمت و تهارت مخصوصا سیده نساء جهانیان بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه است گفتن از زهرای اطهر سخن گفتن از تهارت اسمت و دوری از شهرها و خوبی هاست و حقیقتا اگر بخواهیم در وصف حضرت چیزی را بگیم زبان بیان و قلم ناتوان است اسم بیبی بی فاطمه زهرا بود بریده از شهرها القاب متفاوتی بعضی از بزرگان حدود سی سی و چند لقب را برای بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان کرده اند همه این القاب شاخصه های است از الگوی نمونه در وجود زهرای اطهر که بیانگر یکی از خصوصیات بی بی فاطمه زهراست ولی دو تا لقب از میان همه القاب بسیار برگزیده هستند یکی رازیه یا رضیه و یکی هم مرزیه رازیه یعنی راضی به رضا الهی و مرزیه یعنی خدا از او راضی این دو تا صفت در وجود زهرای عطر اصل اساسی برای پیوند عالم ملک از طرف زهرا به عالم ملکوت بود حقیقتا فاطمه زهرا نفس راضیه بود چون مشکلات سختی ها گرفتاری ها حضرت را به بدندیشی نکشاند و دنیای دنی فانی با جلوه های خودش هیچگاه فاطمه را تسخیر نکرد تلخی ها و تلخکامی ها بیبی را در زندگی از عروج به سوی خدای متعال هیچگاه نگسلانید و قطع نکرد زبان و فکرش ولنگار نبود تنها خدا را میجوست و در صدد تعالی همه انسان ها و پیروانش به سوی خداوند متعال بود لحظه از خدا دور نشد لحظه حلال الهی را به حرام ها نفروخت پس با این بیان راضی بود به رضای خدا و خدا هم در برابرش او را نفس مرزیه قرار داد وارث نبوت شد و مادر ولایت شد الگوی در و سیده نساء عالمیان قرار گرفت حامی همسر خودش علی مرتضا و در حقیقت حامی ولایت در جهان بود و این چنین شد که رضی الله عنها و رضوانه او مورد رضای خدا قرار گرفت و نفسش به اون چیزی که او را پیوند داد با رضای خداوند نفس مرزیه شد و تعبیر آیات آخر سوره فجر یا ایت هن نفس المطمئنه ارجعی الى ربک که راضیت مرضیه فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی و مصداق بارزش مصداق بارز نفس مطمئنه و راضیه مرضیه و حقیقتا اون چیزی که مطلوب زندگی و خواستگاه ائمه بود یعنی داخل شدن در عباد الهی و بندگان حقیقی خداوند متعال حضرت زهرا قرار گرفت درود بر روح متحر بیبی عالمیان سیده جهانیان راضیه مرزیه زهراء اتر سلام الله علیه بسیار تشکر است برای بنده و همه بینندگان هم حتما همینطور خواهد بود امشب در شب شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقی سلام الله علیه از زبان فرزند حضرت زهرا جملات ابتدایی برنامه لحظات ابتدایی برنامه متبرک شد و نام حضرت و چه بسیار قشنگ چه زیبا حضرت آلی توصیفاتی داشتید بسیار خلاصه از شخصیت حضرت و بسیاری از بینندگان این شبها در حال سوگواری هستند در مراسمات شرکت میکنند و من از این لحظه از همه اینها با این حال خوشی که دارند با این حال ارزشمند و گرانقدری که دارند تقاضا میکنم که برای رفع و دفع همه گرفتاری ها از همه گرفتاران جهان دعا کنند و همه خدمتگذاران خودشان دهی برنامه و ده ای رسانه از یاد خودشان نبرند استاد عزیز اگر اجازه بتین به موضوعی که از هفته گذشته آغاز کردیم و بینندگان هم حتما مشتاق هستند که زودتر بحث ادامه بیتیم در مورد نیابت عامه آمه و خواسته حضرت امام عصر علیه صلی اللہ در زمان غیبت کبرا که حضرت عالی جلسات گذاشته گام های ابتدایی را برای ما نشان دادیم و رسیدیم به عدله نیابت در عدله اول شما عدله اقلی را برای ما تبین فرمودین و ادامه بحث در خدمت شما هستیم خواهش میکنم بنده باز هم یک تمسک کنیم و زیل عنایات بیبی دو جهان حضرت فاطمه زهرا حتما در خطبه فدکیه زمانی که وارد مشه در محلی که اونجا باید باشه از اسرار احکام الهی یک نکته بسیار زیبا را بیان میکنه رو به مهاجرین و انصار آیه مبارکه و لا تموتن الا و انتم مؤمنین را بیان میکنه بعد رو به اطرافیانش میکنه اینها را نصیحت میکنه میگه اطیع الله خدا را اطاعت کنید در اون چیزی که خداوند دستور داده به اون و خودتان را باز دارید از اون چیزی که خدا از اون نهی کرده این نکته ما را به این حقیقت می که زهرای اطهر در صدد استمرار اون چیزی است که پیغمبر اون به ارث گذاشته و از مصادیق بسیار روشنش در زمان غیبت کبرای ولی عصر حجل الله تعالی فرج و شریف استمرار دین پیغمبر به توسط نواب عام اون حضرت لذا در حقیقت بیبی دو جهان حضرت زهرا ما را توصیه میکنه به استمرار دین پیغمبر و ابقاء اون چیزی که پیامبر از طرف خداوند متعال برای انسان به عنوان راهنما و رساننده به سوی کمال او را عرضه کرد و اون بقاء دین الهی و سنن پیغمبر و فرائض پیغمبر و دستورات پیغمبره که یکی از اینها و مصداق بارزش حقیقتا که اگر این مطلب را ما قبول نکنیم و انکار کنیم و نباشد یعنی نیابت عامه در زمان غیبت کبرا دین اسلام حقیقتا از بین میره پس بنابراین حضرت دستور مت حقیقتا به یکی از مصادیق اون چیزی که باعث ابقاء دین میشه سبب مبقیه دین هست و اون استمرار نیابت عامه و توسط نواب عام امام زمان و فقها مراجع و انسان های اسکینا حقیقتا استمرار دهنده دین الهی و فرائض خداوند متعال و این حقیقت در آیات مختلف قرآن بیان شده یعنی ما میتوانیم از اکثر آیات الهی به عنوان دومین دلیل بهره بگیریم برای اثبات نیابت عامه بنده یک آیه را در قبل در جلسه قبل خدمت شما و عزیزان عرض کردم اتیع الله و اتیع الرسول و اولی الامر منکم استفاده از این آیه مبارکه به صورت تخصصی خب مربوط میشه به علم فقه و علم اصول ولی اون چیزی که ما میتونیم از استفاده کنیم در مورد اثبات نیابت عامه توجه به دو تا کلمه در آیه مبارکه هست یک کلمه اتیعو و یک اول الامر اتیعو یعنی اطاعت کنید پیروی کنید از خدا و رسول خدا و اول الامر یعنی صاحبان حکم الهی صاحبان استمرار دهنده دین الهی که عبارت باشه از اول الامر از اطلاق این کلمه اتیعو به عنوان طولی ما می توانیم استفاده کنیم استمرار اطاعت از خدا پیغمبر و مانند همون دو تا اطاعت اطاعت از صاحبان امر را که عبارت باشه از مصداق اولش ائمه اطهار و در زمان غیابت کبرا از نواب عام اون حضرت اول الامر هم مصداقش در اول پیغمبر خداست و سپس نوبت میرسه به نواب عامش در واقع اطاعت از اولو در طول در اطاعت از طول اطاعت خدا, اطاعت پیغمبر خدا پیغمبر و ائمه اطهار پس بنابراین با این آیه بسیار به خوبی و روشنی و شفافیت ما میتوانیم توانیم اثبات نیابت عامه را در زمان غیبت کبرا بکنیم همانطوری که اکثر کسانی که در این وادی وارد شدند با این آیه اثبات کردن نیابت عامه را حالا ما خیلی زیاد راجع به آیات نمیپیچیم اما اونچه که مسلم هست آیات مختلف در این مورد میتونه مورد توجه و استدلال قرار, قرار بگیره و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول اف ان مات او قتله ان قلبتم على اعقابكم آیه مبارکه 144 سوره آل امران است شعن نزولش گرچه در مورد قضیه احود زمانی که مأمورین را فرستاده بودند تا گردنه را پیغمبر فرستاده بود حفظ بکنه اینها حالا با یا توتعه یا برنامه ریزی خاصی یا اون چی که خودشان در توجهشان بود این گردنه را رها کردند لشکر در هم پیچید ندای آمد که پیغمبر شهید شده همه لشکریان متفرق شدند همه پراکنده شدند اون مبارکه نازل شد که اگر پیغمبر از دنیا بره آیا اگر پیغمبر از دنیا رفت یا شهید شد شما دینتان را رها میکنید؟ افا این ماته این ای که در اینجا هست ای استفهامی یا ای توبیخی است یا ای انکاری در هر صورت ملامت میکنه و پرسش توبیخی داره از کسانی که این کار را کردند خب مفاد آیه این است که اگر پیغمبر از دنیا بره دین خدا نابود میشه دین خدا را باید پشت سر گذاشت دین خدا را باید رها کرد توبیخ میکنه مگه نکنید این کار را حالا پیغمبر رحلت کرد و از دنیا رفت ائمه اطهار آمدند همون مرام پیغمبر را همون برنامه های پیغمبر را برای ما بیان کرد و ائمه هم از دنیا رفتند دیویست و پنجاه سال دوران ائمه به سر رسید دوران غیبت کبرا شد و عصر فعلی ما آیا دین خدا را ما همیتونی معلق و پادر هوا بگذاریم؟ آیا کسی نباشه که دین خدا را بیان کنه، تفسیر کنه و برای کسانی که تمکن ندارند ممکن نیست برایشان تا از ادله دین استفاده کنه آیا کسی نباید باشه که دین خدا را برای اینها بیان کنه؟ او کیه غیر از نواب عام آقا امام عصر کسی دیگه نمیتونه باشه این آیه هم به خوبی میتونه این مطلب را به اثبات برسانه و همچنین آیات چهلوم سوره احزاب و ما محمد ابا احد من رجالکم یا آیه مبارکه و الذین آمنو عمل و عمل الصالحات و آمنو بما ما نزل علی محمد الی آخر آیه در محمد دو یا آیه نفر که اکثر فقها آمدند راجع به نیابت و رساندن دین خدا از این آیه بهرها بردند فلولا نفر من کل فرخت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین باید عده از کسانی باشند که اینها دانش دینی را فرا بگیرند و بعد بره این برای مردم خودشان برای مناطق خودشان و برای کسانی که اینها دنبال برداشت سالم از دین الهی و احکام الهی بیان کنم فلیحذر قیومهم باید برن بالاخره گروه هایی را که دنبال اینها هست گروه هایی را که اینها در ارتباط با اونها هست احکام را برایشان بیان بکنه و اونها را از دوری از دین خدا احزار کنند و بترسانند و باز بدارند النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم احزاب شیش خب همه این آیات مورد توجه و استنباط حکم فقهی یعنی نیابت عامه حضرت ولی عصر در زمان غیبت در کتاب های مختلف قرار گرفته خب با این بیان با یک نتیجه ما میتونیم مطلب را اثبات کنیم که آیات الهی به خاطر بیان اهداف پیغمبر که استمرار داشته تا قیامت میگه باید در زمان غیبت کبرا یک کسی باشد تا او به عنوان نائب امام زمان و امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف احکام را به مردم برساند و اونها جز نواب عام امام زمان کسی دیگر نمیتونه باشه چون این آیات مصداق خاصی را معین نکرده باید این نکته را بسیار دقت کنیم و توجه داشته باشیم از آیات اگر ما میخواهیم استفاده کنیم به عنوان یک معیار کلی میای اشخاصی را که واجد شرایط باشه که اینها را بعد انشاءالله بیان میکنیم و در روایات اینها بیان شده آمده اثبات نیابت عام در زمان غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف کرده خب با این بیان توجه به آیات و اثبات این حکم فقهی کاملا مستدل و روشن میشه چون محل توضیح در کتاب های مختلف است دیگه بیشتر از این من وارد این بود نمیشم ولی بین پرانتز یک نکته من باید عرض کنم بعضی از انسانهای مغرز متاسفانه و التقاطی کسانی که اینها واقعاً یا به عبارت دیگر کسی که واقعا در صدد این است که دین خدا را بتانه آلوده کنه که متاسفانه همچی چیزی صورت گرفته و در معرض دید عده از انسان ها فکر خودش رو قرار داده این آقا که حالا اسم نمه بروم می در فضای مجازی مطرح میکنه که فقها ها هیچی از قرآن بلد نیستن به این تعبیر اشاره میکنه که در رساله ها و کتب فقهی اگر ما مراجعه کنیم یک کلمه فقه ها با آیات قرآن احکام فقهی را استنباط نکرده یک کلمه انگلیسی را هم به کار میبره میگه سنگل باند یعنی آقایون فقه ها تنها چیزی را که مورد استنباط خودشان و استدلال خودشان قرار متر روایات اینها کار به آیات قرآن نداره و حتی و حتی توجه داشته باشیم چقدر جسارت میکنه به مقام فقه و فقاهت در حالی که منبع اصلی فقه شیعه و فقه مسلمان ها احکام شرعیه و در رأسش قرآن عظیم و یعنی هیچ فقهی و هیچ کتاب فقهی نیست که اولین قدم و اولین گام استنباط اون فقه در مسئله فقهی استدلال به قرآن و آیات قرآن باشه صدر صدر. ما همین رو که اشاره کردیم آیات رو که اشاره کردیم بیشتر به خاطر این بود که بگیم اینها در مورد مسئله نیابت عامه حضرت ولی عصر مورد استنباط و استدلال در های فقهی و اصولی قرار گرفته. بلوز. لذا این اهانت اهانت نابخشودنیه. از طرف کسانی که واقعا آمدن مغرزانه و بدون اینکه تخصص در فقه داشته باشه و بدون اینکه حتی اطلاع از مبانی فقهی داشته باشه، آمده این جسارت را در مقام عظیم فقه و فقاهت که حقیقتا استوانه دین و مذهب ماست کرده و این عذر عذر نابخشودنیه لذا به عنوان مثال ببخشید من استاد عزیز اشاره میکنن که به میان برنامه نزدیک شدیم برنامه... میان برنامه آماده کردن از اون اتاق فرمان با هم ببینیم و انشالله باز دخ... بخش دوم در خدمت شما باشیم در خدمت شما سلامت باشیم استاد از آن بیننده من قبل از که ما شما موقتا خدافزی بکنم برای میان برنامه پول ارتباطی که باز هست در همین لحظه و شما میتونید با برای خود در ارتباط باشین دوباره و برای بار اول امشب اعلام میکنیم مثبت 964 780 255 413 که بسیار تشکر میکنیم از همه بزرگواران که برنامه را پیگیری میکنن و پیام هایی هم میتن که بسیار دلگرم کننده است مثبت 93 77 چهارشماری آخر 65 20. سوالی داشتن که در خصوصیشان کارشناسی محترم برنامه پاسخ دادن و عزیز دل ما از کشور پاکستان مصدت 92 322 چار شماری آخر 59 23 که در این شب بزرگ التماس دعا داشتن باز هم تسلیت عرض میکنیم شب شهادت حضرت فاطمی زهرا سلمالله علیها با هم میان برنامه را میبینیم و خدمت شما از باز خواهیم گشت دوباره بغز حسن با حسین میگیرد؟ و جای خالی مادر به خانه میپیچم کجاست فاطمه امشب کجاست بانوی نور آه از زمزمه های شرح شرحی بطول که در نیم شب سجاده و تسبیح ارکان عرش را به لرزه افکند آه از ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه جان سنگ ها بر سوگ تو ندبه می خوانند. امشب جای پای دوست در خانه خالی است و ترنم مهربانی بی حدیث حضور او خاموش است علی شبانه یاس می کارد شبانه داغ دلش را به خاک می گوید فاطمه جان تو نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی ستاره نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان ای ام ابیها ای مهربان ترین مادر حبیبه حق پدر و مادرم فدای دستهای مهربانت با تو محور آسمان تو محور آسمان ایساری و اولین علت خلقت ای مادر رسالت و همتای ولایت و روزهایی می که پس از واقعی عظیم قدیر همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیانی خیش حجت الهی را بر قافلان تمام می کردی و به دینسان از آغاز حمایت از ولایت سر لوحه خسایل آسمانیت بود کبار غم از سیمای زیبای علی میز دودی فتوحات مولا رهین مهربانی توست هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد پاره تن رسول خدا بودی و امیر عاشقان تللع زلفقار علی بامدار عزم و عزت تو بودی رضای تو رضای حق بود و با خرسندیت تمام اهل عرش و ساکنان قدس قرین شعف می شدن ای ری خانه رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه میفرمایند خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک نماز را برای پاکی شما از تکبر زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی روزه را برای تثبیت اخلاص حج را برای استحکام دین عدالت ورزی را برای التیام قلبها اطاعت ما خاندان را برای نظم یافتن امت امامت من را برای رهایی از فرقه تفر، تفر، تفرقه جهاد را برای عزت اسلام و صبر را برای کمک در دست آوردن پاداش قرار داد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ارزه سلام احترام مجدد و تسلیت خدمت یکایی که شما بزرگواران در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها هستیم و افتخار داریم به صورت زنده و مستقیم از طریق برنامه به وقت بیداری از طریق رسانه جهانی هادی خدمت شما عزیزان عرض سلام مجدد داشته باشیم تسلیت عرض می کنیم و التماس دعای خیر داریم در بخش دوم همچنان در محضر جناب استاد رضوی هستیم استاد سلام مجدد داریم تسلیت عرض می کنیم و ادامه بحث در خدمت شما هستیم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و اندوه سوگوری بیوی بی دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما و عزادار حقیقی امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف تسلیت عرض میکنم بنده قبل از این که وارد سومین دلیل برای اثبات نیابت عامه در زمان غیبت کبرا شوم در ادامه مطلبی که در قسمت قبل عرض کردیم نکته ای را میخوام اضافه کنم و اون اینه که و بعضی ها با غرزورزی ورزی دین را در حقیقت برای مخصوصا جوانان و اونم در کشورهای غربی کمسو کنند. لذا این دیدگاه و دیدگاه مغرزانه خودشان را مطرح میکنند که فقها ها دین را از آیات الهی و قرآن نگرفتند. بنده اشاره کردم استوانه فقه و اصل اساسی فقه اسلام آیات الهیه یعنی هیچ فقیه را ما پیدا نمیتونیم در هیچ مسئله با بودن آیات قرآن مراجع به غیر قرآن کرده باشه البته خصوصیاتش را از منابع دیگر مثل روایات اخص میکنه ولی اصل استوار فقه و اصول مخصوصا در مذهب شیعه قرآن و بعد از اون حدیث و روایات بنده فقط یک کلمه را از مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب اقتصادنا عرض میکنم و متنش را میخوانم ببینیم فقه ها چطور آمدن از احکام الهی استنباط حکم کردن اشان می فرماید و الاصل تشریعی لمبدع الاشراف و تدخل هو القرآن القریم یعنی اصل اساسی و اصل تشریعی و اصل اولیه برای استنباط احکام داخل شدن در برنامه های قرآنی و آیات الهی و استنباط حکم از آیات الهی است در مسئله نیابت عامه استدلال میکنه مرحوم شهید صدر به آیه اطاعت میفرماید فی قوله تعالی اطیع الله آیه را ادامه میده میگه ف الناس هذا دل به وضوح وجوب اطاعت اول الامر ولا خلاف بین المسلمین فی ان اول الامر هم اصحاب السلطه الشرعیه فی المجتمع الاسلامی کتاب اقتصادنا صفحه 286 ببینید این نکته ما را به دو تا حقیقت میرسانه حقیقت اول اینه که اصل اساسی دین که فقه باشه استوار است بر اصل قرآنی و هر فقیه باید احکام الهی را از قرآن استنباط کنه همانطوری که در تمام موارد فقه و کتب فقهی و حتی رساله های عملیه همینطوریه یعنی وقتی که مرجع و فقیه و نائب عام حکم را استنباط میکنه و استدلال میکنه از آیات قرآن و روایات خلاصه و ماحصلش را میاد در رساله ها مطرح میکنه و در حقیقت پشت پرده احکام و برنامه های رساله ها تمام احکام الهی و آیات قرآن و روایات است که به اینها فقها ها آمدن استدلال کردن و اشان اشاره میکنه با آیه اطاعت میگه به توسطی آیه ما برداشت میکنیم که اطاعت از نواب عام حضرت ولی است در زمان غیبت واجب و لازمه این نکته بود که به عنوان تتمه مطلب قبل خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم اما بعد از این وارد میشیم به دلیل دیگری که حقیقتا این دلیل به طور یک مبنای مسلم و دلیل بسیار استوار روشن شفاف آمده نیابت آمه را در زمان غیبت کبرا مطرح کرده و اون عبارت از روایات ما استاد ارجمند قبل از اینکه وارد بخش تخصصی روایات شویم اگر زبتین بسیار سریع ما یک نمبر وظیفه بنده است که به عنوان میزبان رسانه ای در این برنامه عزیزانی که در ارتباط هستن با من شماره هایشان بخواهیم مصبت 93 77 4 شماره آخر 67 20 سوال فقهی داشتن که در برنامه سی ها بهش پاسخ داده خواهد شد و همچنین بزرگوار ما مثبت 93 79 چهار شماره آخر 91 61 درخواست داشتن که حتما کارشناس محترم برنامه اجابت خواهند کرد از همه شما بزرگواران تقاضا مندیم همانطور که به صورت زنده و در پخش مجدد برنامه خودشان از طریق تلویزیون دنبال میکنن حتما در فضای مجازی با برنامه های فیسبوک، آپارات، اینستاگرام و یوتیوب هم این برنامه ها را دنبال کنند. تمام برنامه های شبکه جهانی هادی از این طریق قابل دسترسی است. میتونین به علاقمندی خودتان بیافزاین همچنین به دوستان خودتان و به کسانی که دوست دارید در این مسیر گام بردارن هم پیشنهاد بتین ای برنامه ها را دنبال کنند. همچنان در خدمت استاد هستیم. در خدمت شماست. بله دلیل حقیقتا سوم ما میتونه روایات باشه که اینها بسیار روشن آمده مسئله نیابت عامه در زمان غیبت کبرای حضرت امام اصحاد جلال الله تعالی فرج و شریف را مطرح کرده روایات ما میتونیم بگیم در حد تواتر با انواع مختلف خودش حالا اگر تنزل کنیم در حد استفاده هست یعنی وقتی این روایت رو ما میبینیم ما را به اطمینان کامل میرسانه که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در زمان غیبت کبرا تعداد از افراد را به عنوان ضابطه کلی آمده جانشین خودش مطرح کرده تا مردم برای دسترسی به دین خدا و احکام الهی به این نواب عامش دسترسی داشته باشه بنده یک روایت را به طور تفصیل عرض میکنم محضر شما و بینندگان عزیز و به پاره از روایت دیگر هم اشاره میکنم اولین روایت که همه فقها ها حقیقتا آمدن به این استدلال کردند مقبوله عمر ابن حنزله هست عمر ابن حنزله از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه شخصی در مسئله ارث و احکام دینی خودش با مشکلات برخورد کرده خب ای آیا میتونه به حاکم تاغوت مراجعه کنه حضرت میفرماید نه این کار را هرگز نکنه برای اینکه خب مراجعه کردن به تاغوت منظور از تاغوت یعنی کسی که اطلاع از دین الهی نداره با هواهای نفسانی خودش و اون چی که از تلوث ذهنی و غریزی داره احکام خدا را برای دیگران بیان میکنه میگه به این آقا اصلا مراجعه نکنه چون مراجعه به حکم تاغوت میشه کسی که تویان در دین میکنه کسی که بدعتی در دین میگذاره خب این شامل همه کسانی میشه که حقیقتا اطلاع ندارن از دین و خودشان را در معرض فقه یا در معرض استنباط حکم یا در معرض استفاده دینی مردم از مسائل دینی قرار مته اهلیت نداره بعد خودش رو میگه چی؟ ما مثلا مجتهدیم ما فقیهیم ما دانشمندیم ما نایب امام عصریم پس بنابراین این نکته ما را به این مطلب میرسند که خیلی ما در مسئله نیابت عامه از طرف امام عصر باید دقت داشته باشیم باید بسیار زرافت ها را در این مسئله رعایت کنیم تا خدا نخواسته دستور برنامه اون چی را که میگیم مراجعه به تاغوت یا بیان حکم تاغوتی نباشه سو دقیقه تا پایین برنامه وقت دارم. عجب بعد از این حضرت میفرماید که باید مراجعه کنه به کسانی که او اهلیت دارند بعد حضرت مشخصه ایره ای را برای این قضیه بیان میکنه ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا باید مراجعه کنه به اون کسی که او حدیث ما را روایت میکنه و نظر فی حلالنا و حرامنا این قسمت حضرت فرماید نظر داره در حلال ما و حرام ما یعنی میتونه از آیات الهی از روایات استفاده کنه و حکم را استنباط کنه چون نظر فقط ابراز حرف و سخن نیست نظر اینه که انسان نسبت به چیزی نقد داشته باشه بررسی داشته باشه مبنا داشته باشه و بتانه حقیقتا احکام الهی را از اون استنباط کنه لذا حضرت میفرماید باید اون کس مراجعه بکنه به اون کسی که صاحب نظری در دین خدا و احکام الهی است بعد میگه فلیرضعو بهی حکمات اگر به این شخص مراجعه کرد من راضیم که اون شخص حکم باشه کلمه حکم حکم به معنای منعه یعنی حکومت وقتی میگیم حکومت یعنی کسانی که دستگاهی که نظامی که انسانها را از کارهای زشت منع میکنه باز میدارد از مخالفت با قانون حضرت میفرماید این کسی که حاکم هست باید او مرجع دینی قرار بگیره و او کسی جز نایب عام در زمان غیبت کبرا نمیتونه باشه بعد حضرت میفرماید من این کس را از طرف خودم حاکم قرار دادم این کلمه را خیلی باید دقت کنیم محل استنباط یکی از نکات و ظرافت هایش در همین قسمت حدیث هست که میگه فانی قد جعلته علیکم حاکما این شخصی که دارای نظر هست دارای استنباط هست میتونه احکام الهی را استنباط کنه به عنوان یک ضابطه کلی حاکم بر جامعه اسلامی و به عنوان یک نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبرا میتونه باشه بعد طرف مقابلش رو هم حضرت عرض میکنه میفرماید میگه اگر کسی به این مراجعه نکنه اما به کسی دیگر مراجعه کنه یا استخفاف به در نظر ای یعنی ایره کوچیک بشماره فقه را کوچیک بشماره نایب عام را کوچیک بشماره نایب عام را بگه که خب حالا تو بالاخره چیکار کردی احکام درست نیست برنامه که تو میگی درست نیست حضرت میگه ای در حقیقت به حکم خدا پا گذاشته و اون چرا که دستور ماست رد کرده اراد علی الله و هو فی حد شرک اگر کسی بیای حکم فقه لستور فقه را رد بکنه این در حقیقت شرک ورزیده و به حکم خدا شریک قائل شده این نکته ما را به این مطلب توجه میده که ما باید در اون چیزی که فقه ما مرجع ما مجتهد ما به او فتوا میده پایبند باشیم و مراجعه بکنیم در مسائل خود ما به مرجع ما و الا همینطوری گترهی اگر انسان پیروی کنه از حکم خدا این در حقیقت میتونه از مصادیق شرک قرار بگیره و در نتیجه این حدیث اثبات میکنه نیابت آمد در زمان غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف را استاد از همکار ما اشاره میکنن که ظاهرا وقتی ما همچنان پنج دقیقه باقی مانده وقتی بیشتری داریم و میتونیم از فرمایشات از علی استفاده کنیم حتما در پایان برنامه میشب ما در شب شهادت حضرت هستیم یک دعایی هم از شما خواهیم شد بله خدمتتون عرض کنم حالا بنده بسیار مختصر اشاره کنم این حدیث باید در دو بعد مورد بررسی قرار بگیره یکی بعد اعتبار سند هست که آیا سند این حدیث تا چه حد مورد اطمینانه و اعتبار حدیث یعنی ما چطور میتونیم از این حدیث در مورد نیابت عامه حالا قسمت را ارز کردیم و به طور مستوفا استفاده کنیم اما در مورد سند حدیث سه تا دیدگاه وجود داره یک دیدگاه دیدگاهی است که میگه این حدیث مقبوله هست حدیث مقبوله یعنی اون حدیثی که مورد قبول علما قرار گرفته و در حقیقت شده مشهور بعضی ها اشکال کردن گفتن که چون عمر ابن حنزله در روایات تصریح نشده به اعتبارش ولی مشهور علما به این حدیث عمل کردن لذا حدیث میشه حدیث مقبوله این یک دیدگاه دیدگاه دوم که بیشتر علما و مراجع فعلی ما به اون تصریح کردند صحت حدیث میگه گرچه عمر ابن حنزله در این روایت و در بعضی موارد تصریح به اعتبارش نشده اما ما دلیل های مسلمی داریم که این آقا شخص صحیح بوده امامی بوده و مورد وسوق علما و عادل بوده لذا پس بنابراین حدیث مشه حدیث صحیح مثلا محدث نوری میگه و اما عمر ابن حنزله فیدل علی وساقت امور چند نکته هست که دلالت بر وساقت عمر ابن حنزله و مورد اطمینان بودنش داره اول صفوان میگه آقای صفوان از کسان معمولی روایت نمیکنه مگر کسی که مورد اعتماد و امامی باشه و بعدم روایت تعداد از بزرگان از عمر ابن حنزله ادهی از بزرگان آمده از عمر ابن حنزله روایت داره مثل زراره مثل عبدالله ابن مسکان مثل عبدالله ابن بوکیر مثل خزاز مثل علی ابن رعاب مثل جابر جوفی اینها بعضیش حالا اصحاب اجماع هم هستند گرچه در مورد اصحاب اجماع ما همه بالاخره اینطوری قبول نداریم که اصحاب اجماع همه حجت باشه ولی خب چون مورد وسوق بودن اینها مورد اجماع قرار گرفته که روایت هایش روایت های درستیه و هم فرمایند ادهی از بزرگان مثل این اینهایی را که گفتیم از عمر ابن حنزل روایت داره و این دلیل بر وساقت چه بلاوه این که خب ما یک روایت دیگر هم داریم که اون روایت دلت بر صحیح بودن این سند مکنه این دو تا دیدگاه دیدگاه سوم اینه که مرحوم حضرت آیت الله لازمای خویی میگه ما این حرفا را قبول نداریم این روایت را میگه گرچه مشهوره گرچه مقبوله اما این مقبول بودنش باعث صحت سندش نمشه و حضرت آیت الله لازمای خویی از یک راه دیگری وارد شده برای اثبات نیابت عامه بسیار تشکر استاد بحث ما همچنان ادامه داره و این بحث بسیار ارزشمند و دقیق و مهم علمی و بسیار کاربردی برای ما انسان های امروزی حتما ادامه خواهد داشت به شرط حیات در خدمت استاد رزوی خواهیم بود همچنان خلیش. و در شب های چهارشنبه با برنامه با وقت بیداری در خدمت شما خواهیم رسید و در ادامه بس استاد پایان برنامه دعایی بفرمایید امیدوارم من به با برکت روح متحر بیبی بی عالمیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نواب عامه امام عصر را از همه گزند ها خداوند حفظ کنه و به تعییداتشان بیفزاید و این استوانه های دین همیشه مورد توجه ما و مراجعه ما و استفاده احکام الهی از اینها باشه بسیار تشکر است خدا خدا بزیم. برنامه امشب از لحظات ابتدایی تا این لحظات پایانی بیشتر مترنم بود به نام نامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دعای خیر شما عزیزان بهترین هدیه میتونه باشه به خدمت گزاران خودتان در این رسانه حتما ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و همراهی شما افتخار ماست برنامه را به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان اللهم انا هازا منک و من رسولک و من хочотэк <kk> <inve aus>